تکمیل شدن آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فردا روز شنبه 5373 مرکز رای دهی در تمام کشور باز خواهد بود. ما برای 5373 مرکز در سراسر افغانستان ما کاملا آمادگی کامل برشان گرفتیم و مواد ما مطابق طرز العمل با ولایت رسیده. تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات مسئول مقام ها میگویند در تمام کشور احضارات درجه یک گرفته شده است. یک پیغام میتونم برای طالبا که شما حق مثلا مردم افغانستان از پیشش نگیرید. اگر ما واقعا افغان هستیم و واقعا برای افغانستان فکر میکنیم، بان مردم افغانستان را که رای خدا بده. و فرستادن 200 سرباز آمریکایی به عربستان سعودی. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که به تعداد 200 سرباز امنیتی را به عربستان سعودی می‌فرستد. به نام یاد خدا. سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز، با من امید دولت‌زاده. خوش آمدید. مشروع خبرها. فردا شنبه ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری به سطح تمام کشور برگزار می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید انتخابات ریاست جمهوری در 34 ولایت کشور در 5373 مرکز برگزار می شود، اما 445 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی بسته شده است. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند با توجه به تهدیدات امنیتی موجود در کشور و بی‌باوری مردم نسبت به این پروسه، ممکن اشتراک مردم در روند انتخابات کم رنگ باشد که این کار مشروعیت پروسه انتخابات را نیز متاثر خواهد ساخت. ششم میزان روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. با وجود تهدیدات امنیتی و موضع‌گیری های مختلف در بخش صلح و انتخابات، روز شنبه افغانها برای روشن ساختن سرنوشتشان در این پروسه اشتراک می کنند و به مراکز رای دهی خواهند رفت. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای این پروسه مهم آمادگی های تکنیکی گرفته شده و قرار است که در 34 ولایت افغانستان و 5373 مرکز رای دهی انتخابات برگزار شود. مقام ها می گویند در نتیجه مشکلات امنیتی 445 مرکز رای دهی در برخی از ولایات مسدود خواهد بود. ما برای 5373 مرکز در سراسر افغانستان ما کاملا آمادگی کامل برشان گرفتیم و مواد ما مطابق طرز العمل با ولایت رسیده، ولی طرز العمل ما میگن که هر موقعی که امنیت تامین نباشه و همو ارگانه امنیتی گزارش بتن، ما مطابق طرز العمل مواد در همو ولایت قرنطین میشه. ما فعلا اخیرین گزارشی که برای ما از طرف ارگانه امنیتی رسیده، 445 مرکز ما از جمع 5373 مرکز ساقط است. اما نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند با توجه به تهدیدات امنیتی موجود و بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات، ممکن اشتراک مردم در این پروسه کم رنگ باشد. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید این کار میتواند بر نتایج انتخابات نیز تأثیر بگذارد و مشروعیت این پروسه را زیر سوال ببرد. دی خلکو گردون خو لبعد امر چیل بخاغلی بنوی امنیتی سونز لبخانه جدی سی ویدی دی مرکزونو فرمسال لغا رکتیدل لپینزو زرا تر سلو زرا و نه سوا پدوشو خاکی دخپلا یو سخیی چه بیانه مگل بخانه لبعد امر دیمنیتی ارتنا خوازیت نیرا داری دب گردون بعد تاسی که مردم عام با آنکه بر بنیاد عوامل مختلف از اشتراک در این پروسه مترددند، اما میگویند که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی باید انتخابات برگزار شود و آنان مسئولیتشان را ادا میکنند. ما میخواهیم که در انتخابات اشتراک کنیم، ولی انتخابات باشه که شفافیت باشه و با طرفداری ملت مظلوم باشه، ملت مظلوم از این بحران جنگ یا خلاص شویم. نگرانی ما به خاطر از انتحار و طالبا و ایگفا هست، خب چطور کنیم؟ ضرورت است که باید زعیم ملک خود
تعیین کنیم که بعدن زیر تهدیدهای حراس افغانا نباشیم. افغان ها در حال در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال جاری اشتراک می کنند که بیشتر از 10 نامزد در این پروسه با هم رقابت می کنند. برای برگزاری انتخابات روز شنبه احضارات درجه یک در کابل و ولایات کشور اتخاذ شده است. مقام های امنیتی می گویند که مواد انتخاباتی مورد نیاز را به تمام مراکز رایدهی کابل و ولایات انتقال دادند و نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا امنیت مردم را در روز انتخابات تامین کنند. در این حال برخی از باشندگان کابل از حکومت خواهان تامین امنیت مراکز رایدهی اند. وجود ناامنی ها در برابر انتخابات ریاست جمهوری جدیدترین مشکل خوانده می شود، اما مسئولان امنیتی می گویند که برای انتخابات روز شنبه در کابل و ولایات کشور تدابیر جدی امنیتی گرفتند. مسئولان امنیتی وزارت های دفاع و امور داخله که روز جمعه به یک کنفرانس خبری سخنرانی می کردند می گویند تدابیر امنیتی تمام مراکز رایدهی گرفته شده است. دغه عملی چې پلان کړی وي هغه به آرشیو دی، منځ ته لیدي نو زمونږ عملیاتونه مخکې دغه جریان لري. په انتخاباتو کې به هم نور دا اوس نه ډیریږي او پس له انتخابات نه د عملیات مخته ځي. موږ کاملا ټول وسلوال پوځ د افغانستان په دې تعهد لري چې موږ د افغانستان دښمنان د منځه وړو. ما میتون برای طالبا که شما حق مثلا مردم افغانستان از پیشش نگیرین. اگر ما واقعا افغان هستیم و واقعا برای افغانستان فکر میکنیم، بانین مردم افغانستان که رای خدا بده تا یک حکومت آینده قوی بوجود بیاد و با همو حکومت به صفت افغانا بالای میز مذاکره بشینیم. مسئولان میگویند که به مراکز رایدهی کابل و ولایات کشور مواد انتخاباتی رسیده است و به مراکز که با توجه به مشکلات امنیتی تا هنوز این مواد نرسیده است به زودی خواهد رسید. انتقال مواد اساس و غیر اساس کمیسیون انتخابات بود که از طریق هوا و زمین باید انتقال شد که الحمدلله انتقال شد و یک تعدادش که ساعت نزدیک است تا ختم امروز الحمدلله اونا هم انتقال خواهد شد. برای رایدهی روز شنبه در کابل پایتخت کشور تدابیر جدی امنیتی گرفته شده است. سربازان امنیتی در جاده ها و سرک ها و سایت مردم عام را تلاشی می کنند. برخی از باشندگان کابل از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که امنیت رای دهندگان را به گونه یک کامل بگیرند و در این پروسه بی طرف بمانند. ما دولت نه ټول امنیتی وزاکونو هیله داده چې امنیت لاخ کلکی لکه تیر وختو غونډه تکرار نشي چې خلک په آزاد نشي، مسلمانان په آزاد نشي او دا د هر چا خپل رای ده، خپل حق ده. سلام چار چا ترې وکي آزاد رقابت ده ورور ده هر سړی څوک به چند خفه نشي. کمیسیونای انتخاباتی چې کمیسیون مستقل انتخابات کې چې کمیسیون شکایت انتخاباتی وظایف خود همته که وعده دادن صادقانه و امی امانت مردم به حلش برسانن و صادقانه کارهای خود انجام بدن. اظهارات مسئولان امنیتی در رابطه با انتخابات روز شنبه زمانی مطرح می شود که طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه هشدار دادند که روند انتخابات را برهم می زنند و از مردم عام خواستند که در این پروسه سهم نگیرند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید آرای را نمی پذیرد که توسط بایومتریک استعمال نشده باشد. مقام های این کمیسیون می گویند برای جلوگیری از آرای تقلبی و خیالی در انتخابات فردا تدابیر کامل گرفته شده است. کمیسیون میگوید ارگان‌های امنیتی 445 مرکز رایدهی را به دلیل تهدیدات بلند امنیتی بسته کردند. مسئولان انتخاباتی میگویند که برای استفاده از دستگاه‌های بایومتریک تدابیر جدی گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی کامل تکنیکی و امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان خبر می‌دهد. مقام‌ها میگویند برای جلوگیری از استعمال آرای تقلبی و خیالی تدابیر کامل گرفته شده است. کمیسون د ټاکنو د پروسی سلامتیا او رونتیا د تقویت لپاره باید متریک ټکنالوژي څخه استفاده کوي. د دې لپاره چې د بایومتریک په واسطه د رای ورکونکو پیژندنې بهیر سالم او با اعتبار وي، کمیسون ځانګړي اقدامات په لاره اچولي دي. فکر تقلب، استعمال رای خیالی، استعمال رای نیابتی و استعمال رای تکراری را نداشته باشند.
به خاطر از اینکه اگر چنین کاری را بکنند خدای نخواسته در آخرین تحلیل سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیتش طوری ساخته شده که ای آرا از هم تفکیک می شود و با کسانی که متقلب هستند برخورد قانونی صورت می گیره. قرار بود که در ششم میزان به سطح تمام کشور و در 5373 مرکز رای دهی انتخابات برگزار شود، اما اکنون مسئولان کمیسیون از میان 5373 مرکز از مسدود شدن 445 مرکز رای دهی خبر می‌دهند. کمیسیون انتخابات می‌گوید ارگان‌های امنیتی برایشان گفتند که این مراکز به دلیل تهدیدات بلند امنیتی بسته شده است. علت بسته بودنش امو تدابیر امنیتی که تهدید بلند موجود هست و تامین امنیت نمیشه، از طرف نهادهای امنیتی بر ما اطمینان داده شده که این دیگه ما امنیت شگرفته نمیتونیم، با او اساسی بسته هست. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در انتخابات از دستگاه بایومتریک استفاده میکنند و آرای غیر بایومتریک شده برای کمیسیون اعتبار ندارد. رای بدون بایومتریک ما اعتبار نمیدیم و او را ما رای معتبر نمیشماریم. به این خاطر یگانه رای جلوگیری از تقلب بر علاوه از اینکه دیگه تدابیر هم برش گرفته شده در مسائل جلوگیری از تقلب و تدبیر برجستهش که میتونه جلوگیری از تقلب بکنه استفاده از ماشینای بایومتریک است و اعتبار رای بایومتریک است. رهبر یک کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند رای دهی ساعت 7 صبح آغاز می شود و ساعت 3 بعد از ظهر پایان می یابد و نتایج ابتدایی آن پس از رسیدن به کمیسیون مرکزی به زودی اعلام خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور غنی در مورد انتخابات صحبت کرده است. وزارت خارجه آمریکا طی اعلامیه گفته است که مایک پامپیو در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که آمریکا خواستار انتخابات شفاف در افغانستان است که نتایج آن برای همه قابل قبول باشد. مایک پامپیو ابراز امیدواری می‌کند که حکومت در این پروسه به نگرانی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز توجه کند و به مردم در این مورد اطمینان بدهد. در این گفتگوها رئیس جمهور غنی نیز به جانب آمریکا اطمینان داده است که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد. برای برگزاری انتخابات به شمول کابل در تمام ولایات کشور آمادگی گرفته شده است. مسئولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در مناطقی که نیروهای افغان اطمینان برگزاری انتخابات مسئول را دادند انتخابات برگزار می شود و مردم می توانند با اطمینان کامل رای بدهند. مسئولان ولایتی این کمیسیون میگویند که در پایان روز انتخابات تمام معلومات مربوط به انتخابات به کمیسیون مرکزی انتقال خواهد یافت. علاوه بر کابل در 34 ولایت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفته شده است و در نظر است که این پروسه به روز شنبه ششم میزان به سطح تمام کشور انجام شود. مسئولان ولایت زابل که این ولایت از جمله نامترین ولایت کشور شمرده می شود میگویند برای این پروسه آمادگی گرفته شده است و مردم می توانند در آن سهم بگیرند. مسئولان زابل میگویند که روز شنبه 36 مرکز رای دهی باز خواهد بود. آمادگی لرو داوس صندوقونه مو دغه تر رسول دی امنیتی ځواکونه مو رسول دی دشمن وس خپل په ویرو په دار په ترس کې دی موږ عملیاتونه باندې اجرا کړی دی دوی نور دغه توان لري چې تاسو خپل رخصت تاوان زره ورسی زابل ولایت کې په مرش ان شاء الله د انتخابات په ورځ باندې شپږ دیش مرکزونه د خیره د خلکو په مخ باندې خلاص وي چې ټوټال یو سل ونی محلونه کیږي چې دا به هغه منطقی دی چې هغه د امنیتي قوتونو لخوا څخه هغه امنیتي ملي دی پولیس ملي دی اردوی ملي دی د هغوی لخوا څخه موږ ته داسې مکمل ډول باندې تضمین کړی دی. نهاد انتخابات شفاف در نشست خبری روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرد که در برخی از ولایات شماری از والیان و قماندانان امنیه به نفع یک نامزد مشخص در انتخابات مداخله خواهند کرد، اما والی و قماندان امنیه ننگرهار میگویند که افراد تقلب کار به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. امنیتی و دفاعی قوتونه دولست پا حمایت کافی پلانونه لری مرکز دخمنده دولایت بسط همانه دولستواری بسط همانه مراکز و تامین در امنیت دفاره انتقال در مواد دفاره در تاکون دورز دفاره حتی در حساب در آخر پوری او پیت انتقال در مواد دفاره در طول امنیتی تدابیر جلشی بیدی او انشکل.
تقلب بدور از حمایت شخص، بدور از پشتیبانی شخص، بدور از پشتیبانی یک کاندید، بدور از پشتیبانی ملک منطقه، وکیل منطقه، با قاطعیت و جدیت وظیفه خود که امان و تطبیق قانون و موفق ساختن پروسه فکیز ما را برطور باده میده این پروسه را با موفقیت میرسن. ټول ولسوالیو ته ترتیبات نیول شوي دي، اساس او غیر اساس مواد به ورسیږي. ټول محلونه په نښه شوي دي، تقریبا 110 مرکزونه دي چې 500 شپږ اتیا محلونه کېږي. کندز و بغلان که در آستانه انتخابات هدف حملات شدید طالبان بود، در روز انتخابات مراکز زیاد رای دهی در آن باز پرد بود. مسئولان امنیتی بغلان میگویند که آنان برای برگزاری مسئولین پروسه آمادگی گرفتند. انتخابات سه دو تا ولار نسی دغه ټول تجهیزات چې په هر ولایت کې وي، یا مشکل ولایت خلکو ته په دې ډاډ ورکوي چې په دې په ایت په دغه کې مکیږي، هیڅ نسی کولای د لری څخه یو کار کوي، نور به هیڅ شی نه وي چې ما زیاته شنوج وایسي واقعي کې چې مثلا خلک نسی ولار. مسئولان کمیسیون انتخابات و امنیتی در کابل و ولایت در حال در رابطه با برگزاری انتخابات اطمینان می‌دهند که وضعیت امنیتی در مقایسه با سال‌های گذشته بحرانی‌تر است و در ولایت و مناطق دوردست کشور به دلیل نفوذ طالبان بیشتر مراکز رای‌دهی مسدود است. آگاهان اقتصادی می‌گویند در 5 سال گذشته تعهدات رئیس جمهور غنی در بخش اقتصاد غیرعملی و عوام فریبا نبود. آگاهان میگویند برای دهلیزهای هوایی سبسایدی داده میشد و اکثریت دهلیزهای هوایی پس از چند دور مسدود شد. آگاهان امور سیاسی میگویند اشرف غنی در دوره حکومت داریش پروژه های را افتتاح کرد که در حکومت پیشین تکمیل شده بود و برای حمایت مردم پروژه های عادی را به گونه تکراری افتتاح میکرد. در حالی که رئیس جمهور غنی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های اقتصادی و بلند بردن سطح صادرات را اولویت مهم دوران قدرت خود می‌داند، اما با گذشت 5 سال نیز این تعهدات به حیث تعهد باقی مانده و در این موارد اقدامات عملی نشده است. رئیس جمهور غنی در 5 سال گذشته در رابطه با پیشرفت‌های اقتصادی، گشایش دهلیزهای هوایی، مدیریت آب‌های افغانستان و ساخت و ساز بندهای تولید انرژی برق را تعهد کرد. اما پس از 5 سال اکثریت دهلیزهای هوایی که به کمک اداره انکشافی آمریکا فعال بود متوقف است و افغانستان هنوز هم به چهار راهی و نقطه وصل نرسیده است که رئیس جمهور تصویر آن را به مردم ارائه کرده بود. اشرف غنی به مردم تعهد سپرده بود که در دسترخوان‌های آنان تغییر می‌آورد و به هدف ثبات اقتصادی در کشور عواید داخلی را بیشتر و محصولات زراعتی را رشد خواهد داد. اما اکنون خود اعتراف می‌کند که تعداد کثیری از مردم نان شب خود را ندارند. بادام به زابل و سمنگان پپکو داره، کچالو به بامیان پپکو داره، زعفران به شل ولایت افغانستان خاصتاً هرات پپکو داره. دهقانان افغانستان به هدف پیشبرد زندگیشان بر محصولات زراعتی تکیه می کنند، اما به دلیل فقدان پالیسی منظم زراعتی از سوی حکومت دهقانان مجبور می شوند که هر سال هنگام پخته شدن میوه ها و جمع‌آوری محصولات زراعتیشان این محصولات را به نصف نرخ آن به فروش برسانند. رئیس جمهور غنی تعهد کرده بود که برای میوه های تازه کشور بازارهای منطقوی و جهانی می یابد، اما در این بخش ناکام ماند و میگوید که دهقانان باید هر سال یک نوع محصولات را به بازار عرضه نکنند. عرضه و تقاضا عیار شدن کار دارد. ما گفته بودم مردم فرار تربوز بکارین یا از خاطر از یک سال گذشته چون آب کم بود تربوزشان بسیار قیمت رفته بود. عیار شدن مارکت به صورت اساسی در افغانستان در حال ایجاد است. آگاهان امور اقتصادی میگویند که بیشتر تعهدهای اشرف غنی در بخش‌های اقتصادی شعارگونه بود، زیرا در کنار گشایش دهلیزهای هوایی تعهدهای دیگری که شد غیرعملی و فریبکارانه بود. اشرف غنی د غژمنې کړې ولې نو یو تعداد د غژمنې سرته ونه رسیدې، او حتی یو تعداد غژمنې له هغه حالت نه بدتر هم شولې.
د مثال په توګه که تاسو د فقر کچې ته وګورئ را لوړه شوې ده، یا مثلا د بیکاری کچې ته وکتل شي دا زیاته شوې ده. په همدغه شکل باندې په یو تعداد نورو اقتصادي شاخصونو کې ډیر جدي تغییرات نه دي راغلي. این انتقادها در رابطه به عدم عملی شدن تعهدات اقتصادی بر رئیس جمهور غنی هنگامی می شود که وی روز شنبه با تعهدات پیشین خود بار دیگر به میدان رقابت های انتخاباتی می رود. سازمان ملل متحد افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان را تکان دهنده خوانده است. در خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در کابل رویداد اخیر تلفات افراد ملکی محکوم شده و در کنار حکومت افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته شده است که به زندگی افراد ملکی توجه کنند و خشونت ها را به پایان برسانند. یوناما گفته است که تنها در ماه گذشته میلادی 95 فرد ملکی در ولایات پروان، هلمند، زابل و ننگرهار کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. یونما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان افزایش تلفات ملکی را قابل نگرانی خوانده است و می گوید که در این اواخر افزایش تلفات ملکی تکان دهنده است. در خبرنامه ای که از دفتر یونما در کابل منتشر شده آمده است که تنها در ظرف یک ماه در ولایات پروان، ننگرهار، زابل و هلمند بعدها افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس ارقام یونما در این مدت در حدود 100 فرد ملکی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. عدم توجه جناح‌های درگیر جنگ به مسئولیت زندگی مردم ملکی با گونه خاص رویدادهای اخیری که به وقوع پیوسته تکان دهنده است. مردم ملکی باید در جنگ مسئول باشند و تمام جناح‌ها مکلفند که در این بخش تدابیر جدی داشته باشند. حکومت افغانستان حملات طالبان بر ولایات پروان و زابل را محکوم کرد، اما در رابطه با تلفات ملکی که در نتیجه حملات نیروهای خارجی در ننگرهار صورت گرفته بود، تنها تعهد نمود که موضوع را بررسی می کند. اما تا هنوز در این بخش اقدام صورت نگرفته و نه نتایج آن معلوم است. سازمان بین المللی حقوق بشری در افغانستان می گوید که نه تنها طالبان بلکه نیروهای افغان و خارجی نیز در بیشتر موارد سبب تلفات ملکی می شوند و در بیشتر موارد رویدادهای نیز به وقوع پیوسته است که جنایات بشری خوانده می شود. این سازمان نیز از هر دو طرف جنگ می خواهد که در جریان جنگ به مسئولیت زندگی افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. یقیناً خصوصا په دغه تیرو دوه میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله د ټولو ښکېلو خواوو د جنګ نه بیخي اوج ته رسېدلې ده، چې په دې کې د ماشومانو او د ښځو شمیره چې ده تر بل هر وخت پورته تللې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو د تایید او د نه تایید موږ په هغې باندې نظر نه ورکوو، او ممکن دغه شمیرې د ملګرو ملتونو د شمیرې نه ډېرې لوړې واوسیږي. سازمان ملل متحد هنگام در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی می کند که ماه گذشته طی حملات طالبان در ولایات پروان، هلمند، زابل و ننگرهار بعدها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح بار دیگر لاین انرژی برق وارداتی به کابل را قطع کردند. شرکت برشنا طی اعلامیه گفته است که طالبان ناوقت روز جمعه لاین برق را هنگام درگیری ها در شمال افغانستان قطع کردند که در نتیجه آن برق وارداتی کابل پرچاو شده است. مقام ها می گویند اکنون برای کابل از بند نقلو و ترخیل 105 میگاوات برق داده می شود. طالبان مسلح پیش از این نیز لاین برق را در ولایت بغلان قطع کرده بودند که باشندگان کابل را با مشکلات جدی روبرو ساخته بودند. خبرهای جهان تا لحظات دیگر. با چند خبر از جهان خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن به عربستان سعودی سربازان اضافی می‌فرستد.
اما از تعداد این سربازان چیزی نگفته بود. اکنون این وزارت تعداد این سربازان را مشخص کرده و گفته است که در حدود 200 سرباز آمریکایی را به عربستان سعودی می‌فرستد و در کنار آن سیستم دفاعی هوایی را که شامل راکت‌های پاتریوت و 4 رادار است نیز به این کشور می‌فرستد. سخنگوی پنتاگون گفته است که در صورت نیاز تعداد این سربازان افزایش خواهد یافت، اما در حال حاضر به تعداد 500 سرباز آمریکایی در عربستان سعودی حضور دارند. یک شرکت ناظر کشتی ها می گوید کشتی بریتانیوی متوقف شده توسط ایران از بندر عباس خارج شده است. شرکت رفینیتیف می گوید این کشتی پیش از خارج شدن از بندر عباس می خواست به سوی بندر راشد عربستان حرکت کند، اما تا اکنون حرکت این کشتی به گونه رسمی تایید نشده است. پیش از این نیروهای بریتانیوی یک کشتی تیل ایرانی را به ضمن انتقال تیل به سوریه در جبل الطارق متوقف ساخته بودند که دوباره آزاد شد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. تا بعد، خدا نگهدار.